آقای فرخ کامیاب؟ بله. نام پدر سعید صادره تونکابون؟ بله. شما حق خروج از کشور رو ندارید. چرا؟ بفهمید اون قسمت بهتون توضیح میدم. بفهمید از اون. کجا هستین؟ توی محوطه فرودگاه. برنامه‌ام عوض شد، من نمیرم. بلیط و پاسپورت رو از لعیا بگیر و برگرد. خانم لطفاً پاسپورت و بلیطتون رو بدین. خانم با شما؟ بله، چیه؟ گفتم لطفاً بری تو پاسپورتتون رو بدی. چرا گذاشتینش تو داشبورد؟ برای اینکه دیگه قرار نیست بری. قرار نیست برم؟ بله خانم، آقای کامیاب سفرشون به هم خورد. گفتن بلیط و پاسپورت از شما بگیرم برگردیم خونه. نگه دار. گفتم نگه دار. بله خانم. گفتم نگه دار. نمیتونم. به من گفتن برگردم، نگفتن واسطا. نگه دار. همینجا نگه دار. من نمیتونم نگه دارم. به من گفتن شما رو برگردونم خونه. اما من بهت میگم نگه دار. اگه نگه نداری خودمو پرت میکنم پایین. گفتم نگه دار. خودمو پرت میکنم پایین. نگه دار. اگه نگه نداری خودمو میندازم پایین. خوبی؟ طوریتون نشده؟ به من دست نزن. جایتون نشکسته؟ گفتم به من نزدیک نشو.
بیان سوار ماشینتون کنم بریم. این دیوونه بازی ها چیه؟ یه سوارشو باید ببرم درمانگاه. گفتم بیه سوارشو. من دارم میرم. اگه میخوای بیا سوارشو ببرم درمانگاه. بله، امر بفرمایید. برگرد و مواظبش باش. سعی کن سوارش کنی ببرش درمانگاه. چشم. جونم بابا. چی شد؟ دیدینش؟ نه، پیداش نکردیم. هرچی هم موبایلشو میگیریم خاموشه. خب پیجش کنی. برو اطلاعات اسمشو بده پیجش کنم.
کامیاب مسافر تلاش پرواز سالانه خروجی مراجعه فرمایید کانفر کامیاب رضا و مریم هم اونا هم اومدن فرودگاه بیان من میبرم اتون بخواییم میرسونم اتون به یه درمونگاه یا هر جای دیگه ای که خودتون بخواییم چرا واسدی بگو پیش کنم میشه لطفا یه بار دیگه پیجشون کنیم فقط یه بار این بری بود که پیج کردم خانم اگر همراهتون توی فرودگاه باشه میدونم من ازتون خواهش میکنم فقط یک بار دیگه شاید نشنیدن شاید یه اتفاق براشون نه براتون یک بار فرض نمیشه خانم فقط یک بار دیگه اگه ما یه بار شاید نشنیدن شاید تو شرایطی بیا 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 لایو ببینمت لایو پسر چه بلایی سرش اومده شما میدونی من لازم نمیبینم که بخوام به شما جواب بدم حال ایشون هم اصلا فکر نکنم به شما ربطی داشته باشه زن داری زن داشتی زنمه به من ربط نداره به تو ربط داره من میرم ماشین بیارم ای بیهوش شد رضا سوار ماشین اوناست فکر کنم دارن میبرنش بیمارستان دنبالشون برو ببین لایا رو کدوم بیمارستان میبرن مواظب اون چمدون تو ماشینم باش از اینکه دیر وقت مزاحم شدم ببخشید. چند بار زنگ زدم در دسترس نبودید. خواهش میکنم تو جلسه بوده. چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ همین یک ساعت پیش فهمیدم ممنوع الخروج شدم. بهم نگفته بودید میخواد از ایران خارج بشی. یه سفر 24 ساعته بود. میخواستم برم تا دبی و برگردم. کاش قبلا بهم میگفتین که قصد مسافرت دارین. حقیقتش اینه که من میدونستم شما ممنوع الخروج شدین. اما بهتون نگفتم که بی‌جهت نگران نشین. بی‌جهت؟ یعنی اصلا نباید نگران باشم که ممنوع الخروج شدم؟ نه چون همه این چیزا موقته باشه شما میگید موقته قبول میکنم که موقته فقط میخوام بپرسم برام حکم بازداشتم میخوان صادر کنن یا نه؟ بازداشت؟ بله بازداشت هیچ بعید نیست الان یه مامور با یه حکم بازداشت دم در خونه منتظرم باشه بزاق میکنی؟ برای چی بازداشتتون کنن؟ به چه جرم های کام یا؟ نمیدونم جرمشو حتما خودشون پیدا میکنن شما گفتید یک قرار با این قاضی پرونده برام میذارید کی میخواین این قرار رو بذارید؟ برام دقیقا توضیح بده حالا اومی چطوره؟ من نمیدونم چطوری باید توضیح بدم حرکت مردم های چشماش چشماش بازه آره چشماش بازه ولی اصلا انگار هیچ جا رو نمیبینه رفلکسش به محیط اطراف لیا خانومی لیا جان اصلا انگار نمیشنوه صدامو شما نمیدونی چه اتفاقی براش افتاده؟ از بلندی افتاده، تصادف کرده، چی شده؟ نه ما هیچی نمیدونیم. خیلی خوب. تا شما خودتون رو برسون بیمارستان منم میام. الان تماس میگیرم میگم شما تو رایی. خیلی وقت بود که بهم زنگ نمیزدی. همیشه برام پیغام میذاشتی لایا حالش خوب نیست فکر کردم زنگ زدی با خودم حرف بزنی
لیا چه شده؟ چرا حالش خوب نیست؟ نمیدونم، من خودم ندیدمش، ولی اینطوری که شنیدم یا از بلندی افتاده یا تصادف کرده. کیا بهت گفتن؟ رضا و مریم. میشه اونا بوده، بعد اونا نمیدونن چی شده؟ اونا تو فرودگاه پیداش کردن. فرودگاه؟ اونجا چی کار میکرده؟ نمیدونم. اونا نگفتن برای چی رفته بوده فرودگاه؟ مثل اینکه خیلی برات مهم نیست لیا حالش چطوره. نه نه، خیلی برام مهم نیست. باشه، ببخشید مزاحمت شدم. خداحافظ. آقای دکتر همین الان رفتن تو بیمارستان. خیلی خوب، تو دیگه برو خونه. چشم. کجاست؟ تو اتاق دکتر. تو اینجا چیکار میکنی؟ بوی سیگار میاد، مهمون داشتی؟ یکی از دوستام اومده بود دیدنم. یه چایی به هم بده. نمیخوای بری یه چایی بیاری؟ نه. چرا؟ چیزی شده؟ بهتر از اینجا بری.
چی؟ گفتم بهتره از اینجا بری. از پیش کسی که انقدر بهش اعتماد نداری که آدم گذاشتی مواظبش باشن. بری. لطفاً برای همیشه برو. تو دیشب گفتی حس کردی من میخوام برای همیشه برم. احساست درست بود. من داشتم امشب میرفتم. میخواستم برای همیشه ایران رو ترک کنم. میتونی تاریخ این بلیط رو نگاه کنی. 2 ساعت پیش میتونستم پرواز کنم و برم. اما نرفتم. پشیمون شدم که برم. میخواستم برم چون از تلفن‌های مشکوکی که بهت میشه عصبی بودم. از اینکه یه نفر رو گذاشته بودم که تو رو زیر نظر داشته باشه عصبی بودم. برای همین میخواستم برم. اما پشیمون شدم. به خاطر تو پشیمون شدم. به خودم گفتم به جای این که برم بهتره برگردم و ازت بپرسم اون چیه که مرتب به زنگ میزنه. من به خاطر تو برگشتم. تحت تاثیر قرار گرفتم. بابت کاری که برای فرانک کردین واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. این چیه؟